We're going to have problems with the round grip. ما با قبضه مدور مشکل خواهیم داشت. بله قبضه مدور درسته. It's from the time that you presented me with the translations and we read about it, I could not tell what they were really talking about. وقتی که تو این ترجمه برای من آوردی این دستخطو در مورد مدور، من اول راستش بخوای نمیتونستم تصور کنم که این چه نوع قبضه‌ایه. And my feeling is that the round grip is not for this type of boat. من احساس میکنم که قبضه مدور برای این نوع کمان نیست. I think they're talking about a grip that you do on a straight handle with no. من فکر کنم در مورد قبضه گرفتن یک کمانیه که قبضه کمان، دسته کمان باید صاف باشه. No central spine. منظور من اینه که قبضه کمان پشتش برجسته نیست. نباید برجسته باشه. And I think I'm not, look, I really, the more I read it, the more confused. من فکر میکنم راستش بخوای من هرچی بیشتر در موردش میخونم بیشتر نمیتونم تصور کنم که این چه چیزیه. I think they're talking about a grip where the index finger is basically underneath the thumb. من فکر کنم اونا در مورد یک دونه قبضه گرفتنه که انگشت سبابه زیر شسته. And it's not forcing the thumb out like this because the grip is narrower. و باعث نمیشه که انگشت سبابه به شست رو به سمت بیرون فشار بده بخاطر اینکه قبضه کمان ساختارش به یک صورته که با این قطور نیست که بخواد این کارو بکنه. The grip of the bow is narrow. منظورم اینه که قبضه کمان باریک‌تره. And I think that's what it is. من فکر میکنم که این همونه. But I'm not sure because the problem is they talk about round grips and round grasps. من مطمئن نیستم چون اینا در مورد قبضه کمان و گرفتن قبضه کمان در فارسی خود قبضه کمان فیزیکی یعنی وسطش بهش میگن قبضه و گرفتن دور دستم قبضه گرفتنه. ما در انگلیسی میگیم مثلا بهش grip, bow grip قبضه کمان و grasp گرفتن دور قبضه کمان. And since they use the same word, چون اونا یک دونه لغت رو در فارسی استفاده میکنن. A lot of the time, not اکثر وقتا. Round obviously is the same word, but منظورم در مورد مدور نیست، در مورد قبض است. Grip and grasp, we've artificially put that into English, so ما در زبان انگلیسی بین grip و grasp یه اختلاف میذاریم. ولی در فارسی فقط میگن قبضه. We can keep them separate in our minds. But in Farsi and Arabic and whatever, it often is the same word, قبضه. در فارسی و عربی یک دونه است این لغت بهش میگن قبضه. And this, unless you're paying really close attention to the text, it's very easy to get confused. بعد شما برای همین خیلی به دستخط دقت داشته باشیم نوشته که باعث نشه که مثلا قاطی کنید که چی دارین میخونید. They're talking about. So I remember one of the manuscripts, it was so confusing. من یادم در یکی از این دستخطایی که داشتیم فارسی در مورد کمان داری واقعا این باعث شد که نتونم بفهمی چی داره میگه. Because you did they say you use the round grasp with a round grip? اونا میگفتن قبضه مدور رو با یک قبضه مدور استفاده کنید، قبضه کمان و گرفتنش. Or did they say, you know, this is what I couldn't work out? یا اینا یه چیز دیگه میگفتن من واقعا نتونستم متوجه بشم. I would suggest that it's the grip where the thumb covers the index finger's knuckle. به نظر من یک نوع قبضه گرفتنه که شست روی انگشت سبابه رو میپوشونه کاملا. I think that's what it is, but the descriptions aren't clear enough in my mind to be look, I'm not even 50% sure. من فکر کنم این باشه ولی من واقعا 50% هم مطمئن نیستم. That's what it is. It's what when you compare it to the square one, I think that's the closest I can come to it. وقتی اونو به قبضه مربع باش مقایسه میکنی به نظر من این باید این باشه.
نزدیکترین برداشتی میتونم بکنم اینه. We might sit down and do a particular thing just on that to see if we can track down where it comes from. ما باید یه بار با هم دیگه بشینیم و فکر کنیم با هم دیگه که این واقعا از کجا میتونه اومده باشه. Because my guess is this is a very old grip. به نظر من این یک دونه قبضه گرفتن خیلی قدیمی باید باشه. And it may go back to pre-Islamic times. و این ممکنه حتی به زمان قبل از اسلام برگرده. But they don't say that, so I don't know. ولی تو این دستخطه اینو نمیگن، برای همین من دقیقا نمیدونم.